سلام بر شما، به خبر نیمروزی خوش آمدید. عبور از قطعی گاز در شب گذشته با مشارکت میلیون ها خانواده ایرانی در صرف جویی. شرکت گاز: احتمال قطع گاز امشب بیش از دیشب است. شرایط ناپایدار گاز در خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان و شرق مازندران. بارش برف، سرما و یخبندان در بخش های زیادی از کشور همچنان ادامه دارد. کاهش قیمت ربع سکه با آغاز عرضه 500 هزار ربع سکه در بورس کالا. امکان خرید تا 5 سکه با کد بورسی. اجرای حکم اعدام ابرجاسوس و نفوذی انگلیس. علیرضا اکبری اطلاعات مهم کشور را به صورت کاملا آگاهانه در اختیار سرویس جاسوسی دشمن قرار می‌داد. ارائه دستاوردهای از طراحی انواع نرم افزار تا روش درمانی سرطان در نخستین رویداد زنان متخصص دانش بنیان. محصولات راهبردی زنان نخبه کشور در خدمت خودکفایی ایران. ادامه طوفان‌های زمستانی در ایالت‌های آمریکا. این بار طوفان ایالت جورجیا را در نوردید. تلفات طوفان در کالیفرنیا هم به 19 نفر رسید. و در میز اقتصاد بررسی می‌کنیم. افزایش دو برابری تولید ماشین‌آلات سنگین در کشور. آیا تولید می‌تواند نیاز داخل را تأمین و نیاز به واردات را برطرف کند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روز شما بخیر بینندگان عزیز و گرامی، خوش آمدید به مشروع خبرهای نیمروزی. به پیشبینی سازمان هواشناسی، هوای سردی که از چند روز پیش منجر به کاهش محسوس دما در مناطقی از کشور شده تا بامداد فردا ادامه دارد. سامانه بارشی هم که امروز از غرب وارد کشور شده، بارش برف و باران و کاهش نسبی دما را در پی دارد. هلال احمر هم از فعال شدن اردوگاه اسکان اضطراری در کل کشور خبر داده و اعلام کرده در 24 ساعت گذشته به 2300 نفر که در برف و کولاک مانده بودند امداد رسانی شد. سرما و یخبندان همچنان در کشور پابرجاست. دیشب مردم مناطق شرقی کشور شب بسیار سردی رو پشت سر گذاشتند. با اینکه خونه ها با آیخکاری بود و همه چیزش درست بود، ولی اصلا خونه ها گرم نمیشد. واقعا دیشب سرد بود. فریمان و سرخس در خراسان رضوی با دمای 24 و 22 درجه زیر صفر سردترین شهرهای کشور بودند. بالا 60 سال از خدا میگفتم. دقیقا سرد بود که به هیچ عنوان نمیشد مقایسه کنیم. مشهد مقدس هم با دمای منفی 18 درجه و بجنورد با دمای منفی 16 از سردترین مراکز استانهای کشور گزارش شدند. سرمای هوا باعث یخبندان رودخونه شده. دمای منفی 22 درجه سراب در آذربایجان شرقی از پایداری سرما در شمال غرب کشور خبر داد. در حالی که شهروندان تهرانی دمای 3 درجه زیر صفر رو حس می کنند، مردم شهر کرد در بام ایران دمای 18 درجه زیر صفر رو پشت سر گذاشتند. اما در جنوب کشور، بندر دیر در استان بوشهر با دمای 24 درجه ای هوایی کاملا بهاری داره. امروز ورود سامانه بارشی به این استان و دامنهای زاگرس و غرب کشور بارش برف و باران و کاهش نسبی دما رو به دنبال خواهد داشت. اصلا صبح اومدم بیرون دیدم این برف جو اومدن، اصلا خوبی داشت. در حدی که احتیاج دارم فقط خونه را گرم کنم. بخاری ها اضافه رو خاموش کنن. لباس گرم استفاده کنن تو منزل که انشالله مصرف گازم بهینه بشه. به پیش بینی سازمان هواشناسی، توده ی هوای سرد امروز هم در کشور پایداره. بنابراین مدیریت مصرف منابع انرژی به ویژه گاز همچنان به هموطنان توصیه شده. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما. بله، سامانه جدید بارشی وارد کشور شده و برف و باران در مناطقی از غرب آغاز شده است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در این باره گفتگو می‌کنم با کارشناس هواشناسی. خانم جعفری، سلام بر شما. هوای سرد بفرمایید که تا کی ادامه داره؟
به نام خدا سلام عرض میکنم حضور شما سرکار خانم حسین زاده و همچنین بینندگان محترم این بخش خبری. خدمتون بگم که برای یکی دو روز آینده همچنان ماندگاری هوای سرد رو در سطح کشور به ویژه در بخش شمال شرق کشور داریم. روز دوشنبه هم پیش بینی کردیم که در نواحی غربی و همچنین مرکزی کشور سرما و یخبندان رو داشته باشیم. از این رو توصیه میکنیم به هموطنان عزیز که در مصرف گاز حتما صرفه جویی کنن تا ان شاءالله مشکلی پیش نیاد. بله، خب خانم جعفری در مورد سامانه بارشی جدید بفرمایید که کدوم مناطق رو در بر میگیره و آیا با کاهش دما هم همراهه؟ بله، خدمتتون عرض کنم سامانه بارشی جدید وارد کشور شده. در حال حاضر که با شما صحبت میکنم از استانهای کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان، مرکزی و بخشهایی از استان قزوین و زنجان بارش برف و از بخشهایی هم بارش باران و استان بوشهر بارش باران گزارش شده. پیش بینی میکنیم که برای ساعتهای پیش رو در مناطقی که خدمتتون عرض کردم بارشها ادامه داشته باشه. در بخشهایی از استان فارس، مناطق غربی استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کوهکیلوی بویراحمد هم بارش رو خواهیم داشت. از امشب بارش در دامنه و ارتفاعات البرز در استانهای قزوین، البرز و تهران و سمنان هم آغاز میشه و برای فردا علاوه بر بخشایی که خدمتون عرض کردم در مناطق مرکزی کشور و حتی در ارتفاعات استانهای گیلان و مازندران هم بارش پراکنده رو خواهیم داشت. در بخشایی از استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی هم پیش بینی می‌کنیم که بارش اتفاق بیفته و با توجه به کاهش محسوس دمایی که داشتیم بارش در بیشتر مناطق سردسیر و ارتفاعات به شکل برف خواهد بود. هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده مبنی بر اینکه بارش‌ها شدت داره، می‌تونه منجر به آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیرها در این مناطق بشه و بله. همچنین به سبب بارش برفی که در ارتفاعات و مناطق سرسیر اتفاق میفته اختلال در تردد جاده ها و محورهای کوهستانی رو خواهیم داشت. همونطور که خدمتتون عرض کردم همراه با فعالیت این سامانه باریسا کاهش دما رو داریم، به ویژه برای روز دوشنبه که این کاهش دما بسیار محسوس خواهد بود در بخش های غربی و نواحی مرکزی کشور که منجر به یخبندان میشه. و برای تهران هم اضافه کنم که از امشب بارش ها آغاز میشه، بارش برف رو داریم. برای فردا در تهران بارش برف رو پیش بینی کردیم. از این رو به شهرداری ها، راهداری ها و دستگاه های امدادی توصیه می کنیم که اقدامات پیشگیرانه رو حتما مد نظر داشته باشن. و نکته پایانی این که برای دو سه روز آینده خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز مواج و در جزایر شمالی و مرکزی خلیج فارس هم بارش رو خواهیم داشت که عمدتا بارش در بخش های جنوبی کشورمون همراه با رعد و برق خواهد بود. خانم جعفری، دیشب که دمای هوا خیلی سرد بود، حالا بفرمایید که امشب هم آیا مثل شب گذشته هوا سرده؟ بله بله، قطعا برای امشب هم این ماندگاری هوای سرد رو خواهیم داشت. در تهران حتی دمای منهای 4 درجه رو داشتیم و با توجه به بارش هایی که اتفاق میفته و فعالیت سامانه باریستایی که داریم انتظار نداریم که گرم شدن هوا رو داشته باشیم و همچنان هوای سرد در غالب مناطق بله. کشورمون به ویژه بخش های شمال شرق و همونطور که اضافه کردم حتی در بخش های غرب و مرکز کشور هم انتظار داریم که همچنان هوای سرد و یخبندان رو داشته باشه. بله، خیلی متشکریم از شما. پس خودمون رو آماده بکنیم برای صرفه‌جویی امشب. خدا نگهدار خانم جعفری، کارشناس هواشناسی. میزان مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع عمده طی روز جمعه 17% در مقایسه با ابتدای دی ماه افزایش داشته است. بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، این بخش ها بیش از 78% از گاز تحویلی به شبکه انتقال کشور را به خود اختصاص دادند. این میزان مصرف در بخش خانگی و تجاری نه تنها باعث محدودیت بیشتر و یا قطعی گاز صنایع و نیروگاه ها می شود، بلکه گاز رسانی به مناطق شمالی کشور را هم با محدودیت مواجه می کند. استاد تولش 70-80 برف باریده. شبا هم چه خیلی سرد میشه. سرد شدن هوا مناطق شمالی، شمال غربی و شمال شرقی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. افت دما، فراگیری و ماندگاری این سرما شاید در 10 گذشته این بی‌نظیر بوده و ما شاهد چنین افت دمایی نبودیم. کارشناسان صنعت گاز میگویند کاهش هر 1 میانگین وزنی دما 28 میلیون متر مکعب مصرف گاز را بالا میبرد. از طرفی مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده همچنان افزایشی. سرانه مصرف گاز در برخی استان‌ها از جمله تهران، خراسان رضوی و اصفهان نیز بالاست. همکنون شرایط گازرسانی به مناطق شمالی کشور پایدار است، اما ادامه روند مصرف بالای گاز خانگی و تجاری میتواند گازرسانی به این مناطق با کاهش فشار گاز مواجه کند. در مجموع در مرکز استان که الان باید ورودی ما
400-500 باشه 133. این فقط سازمان‌ها و مراکز دولتی نیستند که باید مصرف گاز را نسبت به مدت مشابه پارسال 10% کاهش دهند. مشترکان گاز خانگی نیز در مدیریت مصرف گاز نقش بسزایی دارند. به جای اینکه دو سه تا بخاری روشن کنن، لباس گرم بپوشن توی خونه. همه همراهی کنیم، با هم دیگه کم مصرف کنیم، بخاری‌ها را شعله‌هاشون زیاد بالا نزنیم. نصب کردن فرض بفرمایید که دماسنج در اتاق‌های ما با استفاده از پنجره‌های دوجداره این کاهش را به حداقل برسانیم. پکیج را درجه‌اش را بالا ببرن، ملاک نمیشه که می‌خوایم خونمون گرم باشه، نه. یه ذره پکیج را بیارن رو 50. حداقل از نعمت گاز همه مردم کشور عزیزمون استفاده کنن. نوجوان، خبرگزاری صدا و سیما. ناپایداری تامین گاز در استان‌های شمالی و شمال شرق کشور. طبق اعلام شرکت ملی گاز ایران، با افزایش بی‌رویه مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده، هم‌اکنون استان‌های خراسان رضوی و جنوبی با افت فشار گاز مواجهند. در این باره گفتگو می‌کنم با مدیر مرکز راهبری شبکه گاز کشور. آقای جولایی، سلام بر شما. بفرمایید هم‌اکنون وضع پایداری شبکه گاز کشور چگونه است؟ آیا با قطع گاز در استان‌های سردسیر ممکنه که مواجه بشیم؟ به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خب همونطور که در گزارش‌های قبلی هم شما اشاره فرمودین، در واقع وضعیت دمایی کشور یک شرایط بسیار پیچیده‌ای رو الان برای مصرف گاز در نقاط شمالی کشور ایجاد کرده. خب یک دمای با شدت بالا، فراگیر و ماندگاری بالا ما داریم. ما پارسال یک روز فقط دمای زیر یک درجه رو در کل کشور به صورت میانگین داشتیم. الان که من صحبت میکنم، ما سومین روز دمای زیر یک درجه رو هم تجربه کردیم. پیشبینی های لازم برای این مورد انجام شد. ما تولید، انتقال و همه در واقع سیستم هایی رو که لازم بود بیاریم برای این مورد، صنعت نفت و وزارت نفت این موارد رو مهیا کرد. وضعیت شبکه رو ما به صورت پایدار درآوردیم قبل از شروع سرما. پایداری شبکه همین الان هم که داریم صحبت میکنیم در نقاط بسیار زیادی از شبکه مناسب هست، اما به علت دمای بسیار پایین در ناحیه شمال شرق و افزایش مصارف بخش خانگی که به خاطر این دما ایجاد شده از یک طرف، و خب یک مقدار هم گاز به صورت گاز وارداتی از ترکمنستان وارد می شد که اون هم به خاطر سرمای شدید در کشور ترکمنستان قطع شده. متاسفانه این دو عامل بسیار شرایط رو در ناحیه شمال شرق کشور بحرانی کرده. من اینجا لازمه که اعلام بکنم اگر واقعا نحوه مصرف بخواد به این صورتی که الان هست ادامه پیدا بکنه، ما قطعا دچار چالش تأمین انرژی گاز در خراسان‌های شمالی، رضوی، جنوبی، گلستان و مازندران خواهیم بود. ما دیشب رو در واقع بسیار سخت گذروندیم در شبکه شمال شرق که بتونیم گاز رو برای همه شهر رو تأمین کنیم، اما امشب هم باید همین روند رو ادامه بدیم. امشب به مراتب سخت‌تر هست. از تمام ظرفیت خطوطمون داریم استفاده می‌کنیم، ولی متأسفانه مصرف بسیار زیاده. دو استان پرمصرف ما یعنی خراسان رضوی و مازندران تو این منطقه قرار گرفتن که کار بسیار سخت کرده. تأکید می‌کنم باز برای اینکه پایداری شبکه حفظ بشه، همه هموطنان ما، علل خصوص هموطنانمون که در ناحیه شمال شرق کشور هستن، بتونن از این نعمت گاز در این سرما استفاده بکنن، لازمه حتما همه مردم کمک کنن. مردم در این چند استانی که عرض کردم، باز تکرار میکنم، خراسان شمالی، جنوبی، رضوی، گلستان و مازندران، حتما باید مدیریت مصرف رو از داخل اجرا کنن. ما از طریق وزارت نفت و وزیر محترم نفت از استانداران هم در واقع خواستیم که مراکز مصارف تجاری رو کنترل بکنن. بله. اقدامات لازم و تمهیدات لازم رو دیدیم، در واقع تامین سوخت نیروگاه ها رو به صورت کامل انجام دادیم و داریم همچنان انجام میدیم، ولی باز هم درخواستمون این هست و تاکیدمون این هست پایداری شبکه در حال حاضر منوط به مصرف درست مردم هست. بخاری رو حتما تنظیم بکنن، یک بخاری در هر خونه تنظیم کنن که انشالله مشکلی برای مصرف ایجاد نشه. ما داریم تلاش میکنیم، ولی باز هم تکرار میکنم چون واقعا دیشب شب سختی بود برای شبکه شمال شرق. حتما لازمه که مردم کمک بکنن، همکاران خودشون رو، و این بذارن که این میزان گاز در واقع به
به صورت متعادل در بین همه هموطنان در ناحیه شمال شرق پخش بشه. بله، خیلی متشکریم از شما آقای جولایی، مدیر مرکز راهبری شبکه گاز کشور. مدیرعامل راه آهن از اختصاص 14 رام قطار فوق‌العاده تا ساعت 20 امشب برای بازگشت مسافران و زائران از مشهد مقدس خبر داد. به گفته آقای صالحی، قطارهایی که زمان حرکت آنها از شب تا هفت صبح بود لغو شده و به جای آن قطارهای فوق‌العاده‌ای در روز در نظر گرفته شده. انشاءالله ما تا ساعت 20 امشب 14 قطار فوق‌العاده را خواهیم داشت، به هم مقصد تهران و هم مقصد شهرهای دیگه مثل بندرعباس، مثل اصفهان، مثل کرمانشاه، اهواز و سایر شهرهایی که قطار فوق‌العاده رو می‌ذاریم که انشالله زائران از علی بن مسعود رضا بتونن به اوطانشون به شکل ایمن انشالله بازگردن. ۵۰۰,۰۰۰ قطعه سکه طلای ربع بهار آزادی امروز در بورس عرضه شد. پیشگشایش و ثبت سفارش ربع سکه های عرضه شده بانک مرکزی از ساعت 9 تا 13 امروز انجام شد. ربع سکه از حدود یک ماه پیش در بازار دچار حباب قیمتی شد، اما از هفته گذشته و با اعلام خبر عرضه آن در بورس، قیمت ربع سکه روند نزولی پیدا کرد و حدود 900,000 تومان کاهش قیمت داشت. خب در همین خصوص گفتگو میکنم با مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران، آقای فلاح. سلام بر شما. درباره این عرض تعداد و قیمت و همینطور خریداران لطفا توضیح بفرمایید. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه‌تون. امروز همونطور که فرمودید از ساعت 9 صبح پیشگشایش عرضه این سکه شروع شد. خریدارها تونستند ثبت سفارش بکنند. طبق میزانی که اعلام شده بود، 1 تا 5 تا سکه هر کد بورسی میتونه ثبت سفارش بکنه. تا ساعت 1 بعد از ظهر این ثبت سفارش ها ادامه پیدا کرد. ساعت 1 بعد از ظهر ما وارد فرایند به قولی مچ شدیم. هنوز فرایند مچ معاملات تموم نشده و اقدامات نظارتی برای اینکه افراد، چون محدودیت برای خریدارها اعمال شده بود که بیش از 5 سکه رو خریداری نکنن یا تقاضا وارد نکنن، اینها نیازمند بررسی‌های تکمیلی توسط بورس هست. ما در اون فرایند قرار داریم، لذا هنوز قیمت نهایی معامله و اینکه چه تعداد از این سکه‌هایی که عرضه شده اند مورد معامله قرار گرفتن مشخص نیست، ولی ان شاءالله تا انتهای امروز روی سایت TFC TMC روی نماد روبه سکه بینندگان محترم برنامه و مردم عزیزمون میتونن قیمتی که معامله شده و تعداد سکه هایی که امروز برای روز اول عرضه معامله شدن رو ببینن. انشاءالله ما با اعلام بانک مرکزی در روزهای آتی هم عرضه رو ادامه خواهیم داد. بله آقای فلاح، میخواییم نظر شما رو هم بدونیم درباره عرضه مسکوکات طلا در بورس و اینکه تداوم این سیاست چقدر میتونه به ثبات بازار سکه و کاهش حباب قیمتی اون کمک بکنه. ما به عنوان بورس کالا بستر لازم برای این معاملات رو توی بورس کالا فراهم کردیم و همیشه بورس کالا اعتقادش بر این بوده که بازار شفاف و متشکل بورس میتونه کمک بکنه به بهبود کشف نرخ توی اقتصادمون و در راستای سیاست‌های به قولی ارزی حالا و سکه‌ای بانک مرکزی، در راستای کمک به بانک مرکزی آماده به قولی همکاری‌های بیشتر با بانک مرکزی هست. خیلی متشکرم از شما آقای جواد فلاح، مدیر بازارهای مالی بورس کالای ایران. مهار تورم سیاست محوری و اصلی بانک مرکزی. رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این مطلب در نشست هماندیشی با اقتصاددانان گفت برای مهار تورم کنترل تقاضاها از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد. آقای فرزین همچنین در رابطه با کنترل بازار ارز و رفع برخی از نواقص بازار متشکل ارزی در قالب بازار مبادله ای گفت در تلاشیم علاوه بر تأمین نیازهای ارزی بخش کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات تولید که از طریق سامانه نیما تأمین می شود، دیگر نیازهای ارزی مردم که مشتمل بر 40 ردیف است در بازار مبادله ارزی تأمین شود.
فرمانده کل انتظامی با رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد. آقای رئیسی در این دیدار انتصاب سردار را دان به فرماندهی کل انتظامی را بیانگر تعهد، کارآمدی و تجربه ارزشمند وی در مدیریت و هدایت نیروهای خدوم انتظامی دانست و آمادگی دولت را برای پشتیبانی از کارکنان این نیرو اعلام کرد. رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد مجموعه فراجا در دوره جدید با اتکا به روحیه جهادی، بهره‌گیری مطلوب از توان و ظرفیت نیروهای فداکار انتظامی و تعامل نزدیکتر با مردم در مسیر تقویت و استحکام بیش از پیش امنیت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، استقرار نظم و انضباط عمومی و گسترش عدالت و اعتمادسازی حرکت کند. سردار احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، هم در این دیدار با ارائه گزارشی از آخرین وضع این نیرو، توضیحاتی درباره برنامه‌ها و اهداف این مجموعه در دوره جدید ارائه کرد. کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 امروز تشکیل جلسه داد. آقای شمس الدین حسینی به عنوان رئیس و آقایان محسن دهنوی و دنیا مالی به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند. نایب رئیس مجلس هم پس از پایان اولین نشست کمیسیون تلفیق گفت همه تلاش مجلس تقدیم بودجه به دولت پیش از پایان سال است. آغاز به کار کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده کل کشور. همه تلاش مجلس انقلابی است که ما بتوانیم این بودجه را به موقع قبل از اتمام سال تقدیم دولت بکنیم، به عنوان عمل به قانون دولت اینو پیش ببره و راضی به برنامه هم در اون مقطع زمانی که باید دولت برنامه را بده، یا به صورت همزمان و یا بعد از بودجه به موضوع برنامه هفته هم رسیدگی خواهد شد. از امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 با انتخاب اعضای هیئت رئیسه تشکیل شد. برای بعد از ظهر بررسی ویژگی های لایحه رو به بحث میگذاریم. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده کل کشور، 3 نفر از هر کدام از کمیسیون های تخصصی، 9 نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و جمعاً 45 نفر میباشند. در انتخابات امروز آقایان سید شمس الدین حسینی به عنوان رئیس و دهنوی و دنیا مالی به عنوان نایب رئیس اول و دوم و همچنین زارع به عنوان سخنگو انتخاب شدند. آقایان باقرزاده و نصیرایی نیز به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 معرفی شدند. از صبح امروز پس از انتخاب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق، بررسی آیین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق آغاز شد. تا سه‌شنبه انشالله جمع‌بندی نهایی در رابطه با کلیات بودجه، حالا چه رد یا قبول بودجه باشه، تا این روزها نوبت صبح، عصر و حتی اگه نیاز باشه نوبت شب هم جلسه خواهیم داشت. پیش‌بینی ما سه‌شنبه است، شاید حالا به روز چهارشنبه هم بکشه. انشالله اگر رئیس جمهور محترم دوم بهمن ماه در صحنه علنی تشریف بیارن دیگه دفاع کنن. رئیس جمهور چهارشنبه گذشته بودجه 1980 هزار میلیارد تومانی سال آینده کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. نگاه دولت در لایحه بودجه 1402 رشد با ثبات اقتصادی است. یک. دوم عدالت محوری است و سوم کارآمدسازی نظام حکمرانی است. پیش‌بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلام. حکم علیرضا اکبری اجرا شد. اکبری به جرم افساد فی‌الارض و اقدام ضد امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی به اعدام محکوم شده بود. وزارت اطلاعات پیشتر اعلام کرده بود اکبری از مهمترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس بود و اطلاعات مهم کشور را به صورت کاملا آگاهانه در اختیار سرویس جاسوسی دشمن قرار می‌داد. پرونده این جاسوس پس از اعتراض متهم دوباره در دیوان عالی کشور بررسی شد و دیوان در نهایت فرجام خواهی او را رد و حکم اعدام را تایید کرد. از اول بچگی من دست به زغال می‌زدم طلا می‌شد. چهره مذهبی، خانواده انقلابی،
روحیه مبارزاتی. گریز از دست ساواک یه چیز عادی بود در خاندان ما. اهل مسجد انقلابی بودم. وجاهتش جایگاهش را بالا برده بود. من کارم صبح تا شب مصاحبه در صدا و سیما بود. شخصیتی معتمد، تحلیلگری معتبر. پیروز هر رانده از مناظره شدم، بعدم خیلی مورد توجه قرار دادن. تا اوایل دهه 80 همه چی خوب پیش می‌رفت. راضی بودم از زندگیم، الحمدلله رب العالمین. عزت داشتم، آبرو داشتم. تا اینکه یک روز سفیر انگلیس و افسر MI6 اسمش روش اندرودان بود، در یک نشست دیپلماتیک به اون نزدیک میشوند. هم سفیرها همه اومدن، از جمله این سفیر انگلیس، یه نفرم همراهش بود، کارتی هم دادم، همینجوری گذاشتم تو جیبم. افسر انگلیسی اکبری را از خودش بهتر میشناخت. نوع نفوذ اونها اینه که کاملا شخص رو به طور دقیق میشناسه. وراهای رسیدن به ذهن و فکرش را آموخته بود. یعنی با تمام زوایای فکری من آشنا بوده، تمام گفتگوهای من رو داشتن به روز. خب حالا شما کی هستین؟ ما این مؤسسه پژوهشی هستیم، کارمون خدمات رسانی، تحلیلی و بررسی برای مؤسساتی که کارهای اقتصادی میکنن، مؤسسات کارهای سیاسی. اولش اینجوری نرم نرمک با وسوسه و تطمیع او را به سفارت انگلیس میکشانند. یه دعوتنامه برای ما فرستاد و ما هم رفتیم سفارتو و خارج از روال برای او ویزا صادر میکنند. شما دیگه از این بعد اصلا زحمت هم نکشید، خودتون زنگ بزنید، ما خودمون میایم مدارک بگیریم، اصلا ویزای طولانی مدت بدیم. سال 84 آغاز تغییر یک انقلابی به یک ابر جاسوس است. دائم میگفتن ما سه چیز داریم: دسترسی زیاد، حمایت فراوان، پشتیبانی خود. وزارت اطلاعات به جرم جاسوسی دستگیرش میکنند سال 87، اما با قید وثیقه و تعهد آزاد میشود. سال 89 به بهانه درمان به اتریش، سپس به اسپانیا و در نهایت به انگلیس میرود. زمان میگذرد، آبها از آسیاب میافتد و او سال 91 پایش دوباره به ایران باز میشود. به واسطه ی ارتباطات گذشتهش دوباره به مسئولین نزدیکتر میشود. انگلیسی ها این بار با دو زن او را هدایت میکنند. جسیکا آمد، یک سال و 7-8 ماه که جسیکا بود. خب ایشون کیتو معرفی کرد در جلسه ای. راه های ارتباط امر را به او آموزش و به او اطمینان خاطر میدادند که پشتش به انگلیسی ها گرم است. مثلا سفر نتونستی بیای، یه صفحه ای برات درست کن، این سفر رو باز کن ببین. بعد به من گفته بودن تو وقتی اینو باز میکنی، اینجا هرچی تایپ کنی مثلا ما میبینیم. بهترین منزل، بالاترین درآمد جاسوسی. حیله های انگلیسی توانسته بود او را دوباره جذب کند. روانشناسی دقیق، رفتارشناسی دقیق. کسی که در رزومه کاریش معاون حوزه روابط خارجی وزارت دفاع، مشاور اسبق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مسئول اسبق حوزه دفاعی امنیتی وزارت دفاع را داشت. یا با چه کسایی کار میکنن؟ کیا همراهشونه؟ تیمشون کیه؟ انگلیسی ها ولع اطلاعات داشتند از هر جا که شده، از نحوه انجام فعالیت های هسته‌ای در دوران تحریم. راجع به سوال کردن که ایشون نظرشون راجع به ادامه مذاکرات یا اگر مذاکرات به بن‌بست بخوره راجع به رویکرد جمهوری اسلامی ایران چیه؟ اطلاعات مراکز حساس هم میخواستن، مثل شورای عالی امنیت ملی. بعد نظر من راجع به طرح روسیه میگم، نظرم اینه که این طرح اینجوری. در حوزه اقتصادی میخواستند روش‌های دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را بدانند. در حوزه دفاعی و نظامی به دنبال افراد شاخص بودند. دکتر فخری زاده میتونه مثلا اگر یک چنان پروژه باشه درگیر یک چنان پروژه، و حتی به دنبال سوء استفاده از نفوذ ایران در منطقه بودند. گفت در عراق یه تعدادی از دیپلمات یا شهروند انگلیسی توسط یه گروهی روبوده شده. مثلا ببینید کسی میدونه که اینا توسط چه کسی روبوده شدن؟ من یه برادری که ایشون آجاها اسمشون آوردن، من سوال کردم آقا یه مسکی تعدادی آدم روبوده شدن توی عراق، شما خبر دارین اینا؟ مثلا یه دفعه ایشون خیلی تعجب کرد از سوال من. من اینجوری گفتن، یعنی من اگرم میدونستم، اولا که نمیدونم، ولی اگرم میدونستم یک کلمه من راجع به این همچین حرفی من صحبت نمی‌کرد. وزارت اطلاعات مدتی او را تحت رصد قرار می‌دهد و در آبان سال 98 دستگیرش می‌کند. خودش می‌گوید کمبودی در ایران نداشته. من که مشکل مالی نداشتم که، مگه خدا به من اون همه رحمت نداده بود؟ اما انگلیسی‌ها مثل آتشی بودند که ابتدا او را گرم کردند و آرام آرام سوزاندند. ها تو قرآن داریم تعبیری به این ترتیب که میگه ولا تقربوا خطوات الشیاطین، نزدیکش نشین. نمیگه که
عمل نکنید، میگه نزدیکش نشین. علیرضا اکبری در دادگاه انقلاب اسلامی ایران مفسد فی‌الارض شناخته و اعدام شد. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما. ابراز ناراحتی نخست وزیر انگلیس از اعدام علیرضا اکبری، جاسوس این کشور در ایران. ریشی سوناک در واکنش به اعدام ابرجاسوس دولت مطبوعش در فضای مجازی نوشت: از اعدام علیرضا اکبری، شهروند ایرانی انگلیسی در ایران، مبهوت و منزجر شدم. اکبری در ازای جاسوسی برای انگلیس دستمزدهای به مبالغ 1,895,000 یورو، 265,000 پوند و 50,000 دلار دریافت کرده بود. وزیر امور خارجه کشورمان وارد دمشق شد. گفتگو درباره روابط سوریه با آنکارا بخشی از اهداف سفر آقای امیر عبداللهیان اعلام شده است. وزیر امور خارجه پیش از سفر به سوریه در بیروت در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت: هدف غرب از آشوب آفرینی در ایران گرفتن امتیاز در مذاکرات لغو تحریم ها بود. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه برنامه سفرش در کنفرانسی مطبوعاتی درباره هدف امریکا و برخی کشورهای اروپایی از آشوب آفرینی در ایران گفت: امریکا و چند کشور اروپایی با هدف تضعیف جمهوری اسلامی ایران مرگ یک دختر ایرانی را بهانه قرار دادند، در حالی که این کشورها و این مدعیان نسبت به قتل آشکار شیرین ابو عاقله، خبرنگار زن و مسیحی، به دست رژیم صهیونیستی هیچ واکنشی نشون ندادن و از جمله اهدافشون امتیاز گرفتن در مذاکرات هسته‌ای بود. بصیرت مردم ایران مانع اون شد که این کشورها بتوانند جمهوری اسلامی ایران رو تضعیف کنند. آقای امیر عبداللهیان سپس با برخی از وزرا، نمایندگان مجلس، علما و نخبگان لبنانی دیدار و گفتگو کرد. ما از این دیدار بسیار خوشحال هستیم. جمهوری اسلامی ایران توانمندی های بسیاری دارد و توسعه همکاری های اقتصادی به نفع هر دو طرف است. به دکتر عبداللهیان تاکید کردیم که ما خواهان توسعه روابط فرهنگی و هنری و استفاده از ظرفیت‌های بالای هنرمندان ایرانی هستیم. آقای حسین امیر عبداللهیان همچنین با حضور در روضت الشهدای زاهیه جنوبی بیروت به مقام شامخ فرماندهان و سایر شهدای مقاومت ادای احترام کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت. صهیونیست ها در ادامه سیاست کشتار فلسطینیان دو جوان فلسطینی دیگر را به شهادت رساندند. به گزارش رسانه های فلسطینی، صهیونیست ها در جنین یک خودرو را به گلوله بستند و دو جوان فلسطینی سرنشین این خودرو به شهادت رسید. یک فلسطینی هم که اوایل سال جدید میلادی زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید. صهیونیست ها در دو روز گذشته هم 5 فلسطینی را به شهادت رسانده بودند. به اهتزاز درآمدن پرچم‌های فلسطین در دانشگاه میشیگان آمریکا، این پرچم‌ها را دانشجویان دانشگاه میشیگان به اهتزاز درآوردند. شبکه تلویزیونی الجزیره با انتشار تصاویر این تجمع گزارش داد: تظاهر کنندگان در دانشگاه میشیگان آمریکا همبستگی خود را با آرمان فلسطین اعلام و با سیاست‌های رژیم اشغالگر مخالفت کردند. ترکیه بار دیگر به خاک سوریه حمله کرد. در این حمله 4 افسر سوریه جان باختند. همزمان مشاور اردوغان گفت استان حلب سوریه باید به خاک ترکیه زمین بشود. مقامات ترکیه ای از تصمیم جدی خود برای همگرایی با سوریه خبر می دهند. ارتش این کشور همچنان به حملات خود در مناطق مرزی مشترک ادامه می دهد. در آخرین این حملات، توپخانه ترکیه مواضع ارتش سوریه در غرب استان حلب، یعنی خط تماس با گروه های تروریستی تکفیری در ادلب، را مورد حمله قرار داد. در این حمله 4 افسر از جمله فرمانده یک تیپ ارتش سوریه کشته شدند.
گفتار مقامات ترکیه اصلا با عمل آنها همخوانی ندارد. حتی یکی از مشاوران اردوغان میگوید برای برقراری روابط مجدد با دمشق باید استان حلب به خاک ترکیه الحاق شود. این مسئله تعجب برانگیز است. چطور باید باور کرد که آنکارا در عادی سازی روابط با سوریه جدی است؟ اما در دمشق بعد از سکوت دو ماه در قبال اظهارات خوشبینانه مقامات ترکیه ای، رئیس جمهور سوریه این سکوت را شکست. بشار اسد در دیدار با فرستاده روسیه تأکید کرد دیدارهای سه جانبه میان مقامات سوریه، روسیه و ترکیه باید به پایان اشغالگری و به خودداری ترکیه از حمایت تروریست ها منجر شود. در دمشق باور بر اینه که هدف دولت رجب طیب اردوغان از همگرایی با سوریه دستیابی به اهداف خاصی است تا در انتخابات آتی ریاست جمهوری ترکیه از اون بهره ببره. مسئله ای که برای دولت سوریه حائز اهمیت نیست. با این حال این دیدگاه در دمشق وجود دارد که اگر رجب طیب اردوغان منویات صادقانه ای داشته باشد میتواند با توقف حملات ارتشش در مناطق مرزی اعتماد دولت سوریه را جلب کند. آنگاه هم دیدارش با بشار اسد محتمل است و هم روابط دو جانبه شاهد آغاز مرحله جدیدی بر مبنای صلح طلبی خواهد بود. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق. تلفات طوفان در کالیفرنیا یا آمریکا به 19 نفر رسید. به گزارش CNN، مردم در ایالت کالیفرنیا باید خود را برای روبرو شدن با دور تازه‌ای از بارندگی‌ها و وزش باد آماده کنند. مقامات این ایالت غربی هشدار دادند طوفان باعث سیل، رانش زمین و موارد بیشتر قطع برق خواهد شد. بارندگی‌های قبلی به حدی شدید بود که منجر به رانش زمین در حومه لس‌آنجلس و مدفون شدن تعدادی خودرو زیر گل و لای شد. در آلاباما در جنوب شرقی آمریکا هم دست کم 6 نفر جان خود را از دست دادند. گردباد در این منطقه به ساختمان‌ها هم خسارت زد و در بخش‌هایی از ایالت جورجیا برق صدها مشترک را قطع کرد. بله، طوفان شدید در جورجیا یا آمریکا هم موجب کنده شدن سقف تعداد زیادی از خانه ها شده است. شدت طوفان و حجم خسارت ها به گونه ای است که ساکنان مناطق طوفان زده با اینکه به خانه ها و وسایلشان آسیب جدی وارد شده از زنده ماندنشان ابراز خوشحالی می کنند. حجم انبوه خرابی ناشی از طوفان از نظر ساکنان منطقه باور کردنی نیست. طبق اعلام دولت آمریکا، طوفان‌های بزرگ، آتش‌سوزی‌های جنگلی، گردبادها، خشکسالی و طوفان شدید زمستانی در سال گذشته میلادی بیش از 165 میلیارد دلار خسارت به این کشور وارد کرده و این خسارت‌ها امسال بیشتر خواهد شد. اداره تامین اجتماعی آمریکا اعلام کرد نمیتواند به بازنشستگان تحت پوشش خود خدمات کافی ارائه کند. بنابر گزارش ها کمبود بودجه اداره تامین اجتماعی آمریکا تا 10 سال آینده به 2.5 تریلیون دلار خواهد رسید. نتایج یک نظرسنجی تازه در آمریکا حکایت از این دارد 90% از کسانی که حقوق بازنشستگی می‌گیرند به شدت نگران کم بودن دریافتیشان هستند و اینکه حقوقشان با تورم موجود در این کشور تناسبی ندارد. این وضعیت با توجه به اینکه جمعیت بازنشستگان در آمریکا حدود 70 میلیون نفر است، میتواند مسئله نگران کننده برای این کشور باشد. به ویژه اینکه مدت هاست هشدار داده می‌شود که نظام تامین اجتماعی آمریکا در حال ورشکستگی است. بایرن دونالدز همان رقیب جمهوری خواه کوین مک‌کارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکاست که در 14 دور رای گیری با جذب 20 رای جمهوری خواهان مانع از پیروزی او شده بود. او ورشکستگی دیر یا زود تامین اجتماعی آمریکا را اجتناب ناپذیر می‌داند. آیا شما می‌دونید که تامین اجتماعی ما در سال 2025 یعنی 2 سال دیگه کاملا ورشکسته میشه؟ این یه حقیقته. من الان در کنگره دارم روی این موضوع به طور ویژه کار می‌کنم. تامین اجتماعی آمریکا تا 2 سال دیگه ورشکسته خواهد شد.
ORFB کمیته مسئول بودجه فدرال آمریکا هم 6 ماه است که هشدار می‌دهد نظام تامین اجتماعی و همینطور بیمه درمانی دولتی در آمریکا در آستانه ورشکستگی است. برنی ساندرز رئیس کمیته بهداشت، آموزش و کار در سنای آمریکا می‌گوید میزان فقر میان سالمندان آمریکا که نیازمند تامین اجتماعی هستند بسیار بالاست. حدود 22 میلیون آمریکایی از جمله 16 میلیون فرد سالمند در کشور ما در فقر زندگی می کنند. هنوز ده ها میلیون شهروند سالمند آمریکایی برای گذراندن زندگی سخت کار می کنند. اداره تامین اجتماعی آمریکا پیش بینی کرده در یک دهه پیش رو برای پیشبرد برنامه های تامین اجتماعی این کشور با حدود 2,500,000,000,000 دلار کمبود بودجه روبرو خواهد شد. ضمن اینکه بر اساس گزارش همین اداره همین الان هم اداره تامین اجتماعی آمریکا قادر نیست به بازنشستگان تحت پوشش خود خدمات و مزایای کافی و کاملی ارائه کند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک. سانسور اخبار و مطالب توییتر و فیسبوک به دستور کاخ سفید شبکه تلویزیونی هیل فاش کرد. دولت آمریکا توییتر و فیسبوک را وادار کرده از سخنانی که آژانس‌های اطلاعاتی، کارشناسان ملی بهداشت و افراد معروف در رسانه‌ها نمی‌پسندند حذف کنند. این سانسور به بهانه مقابله با اطلاع رسانی نادرست درباره انتخابات، جو بایدن و پسرش، کووید 19 و مسائل دیگر انجام شده است. یکی از پست‌های حذف شده از فیسبوک مربوط به بی اثر بودن واکسن‌ها بوده. ادامه خبرها. پوشش‌های عایق صنعت برق، روش درمانی سرطان و تولید هیدروژل نانوکامپوزیتی از جمله محصولاتی است که بانوان نخبه کشور به دانش فنی آن دست پیدا کردند. محصولاتی راهبردی که در نخستین رویداد دانش بنیان زنان متخصص ارائه شده است. طراحی و ساخت لوله‌های تشعشعی مورد استفاده در صنایع فولاد یکی از محصولات دانش‌بنیانه که توسط بانوی نخبه تولید و بومی شده. موفق به بومی‌سازی رادیانتیوب‌های خط گالوانیزه مجتمع فولاد مبارکه شدیم. سابقا از کشور ایتالیا وارد می‌شد. قیمتش 25000 دلار بود که ما موفق شدیم در حال حاضر با نصف این قیمت این رو عرضه بکنیم. یا ساخت آسفالتی که در آن به جای قیر از سیمان استفاده شده. به خاطر قیر کمی که استفاده میشه و جایگزین اون قیر کم دوغاب سیمانی هستش که اون مقاومت سیمان رو چند برابر میکنه. اینها بخشی از محصولات دانش بنیان بانوان نخبه در نخستین رویداد زنان متخصص دانش بنیان است. یکی از عوامل کنترل بیولوژیک آفاته که به زنبور هاپروبرا کنه که برای محصولات زراعی بیشتر استفاده قرار میگیره. لاروهای داخل مزرعه رو بدون اینکه ما سم بزنیم پارازیت میکنه و اونا رو کنترل میکنه. بانوان نخبه در حوزه‌های فضای مجازی و طراحی و ساخت انواع نرم افزار هم حضوری فعال داشتن. این پلتفرم طرحهای که دانش بنیان حالا باشن یا برای شرکت‌های خلاق یا فناور باشن و ما روی سکو میبریم. یک نسخه سرور کلاینتی هست که نسخه سرورش توی ساختمان مرکزی اون سازمان و نسخه کلاینتاش روی نمایشگرهای پراکنده توی نقاط مختلف کشور قرار میگیره. در این نرم افزار تصاویر اخذ میشن توسط پهپاد و بعد با بارگذاری این تصاویر عیوبشون به صورت اتوماتیک مبتنی بر دیپ لرنینگ و هوش مصنوعی تشخیص داده میشن. رویداد زنان متخصص دانش بنیان با حضور 150 بانوی نخبه در عرصه‌های مختلف علمی برگزار شد. زنان به عنوان پیشران‌های پیشرفت جامعه، خصوصا زنان متخصص، کمتر در واقع ظرفیت‌های تخصصیشون نشون داده شده. قرار هست که این در واقع هم‌افزایی و همرسانی که در این نشست صورت می‌گیره ادامه دار باشه. تولید و بومی‌سازی محصولات راهبردی در حوزه‌های مختلف نشان از فعالیت بانوان نخبه در عرصه‌های علمی است. بانوانی که در تلاشند تا گامی مؤثر در راستای خودکفایی کشور بردارند. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
ارفاقات قانونی برای 70% زندانیان زن. بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، با دستور حجت الاسلام محسنی اژه‌ای و با اقدامات صورت گرفته، 70% زندانیان زن در 15 استان کشور از تسهیلات و ارفاقات قانونی بهره مند شدند. تعداد 502 زندانی در 15 استان کشور با استفاده از تخفیف قرار تأمین، پابند الکترونیک و دیگر تسهیلات آزاد شدند. برگزیدگان جایزه ادبی جلال آل احمد عصر امروز در تالار وحدت معرفی می شوند. این جایزه به بهترین کتاب ها در حوزه ادبیات داستانی اهدا می شود. من راستش از حرفای گنده زدن خوشم نمیاد. هنر آدمیزادی که پر میخوره و میخوابه، این حتما آبولی میگیره، یعنی خونش لخته میشه میتره که این بعد را بیفته حرکت کنه، یک کاری انجام بده. جلال آل احمد مردی از تبار قلم با جایزه‌ای که به نام او نامگذاری شده. جایزه جلال آل احمد تلاش میکنه امتداد نگاه جلال آل احمد به حوزه ادبیات و موضوعات قابل پرداخت کشور باشه. 15 دوره جایزه ادبی جلال شامل بخش‌های اصلی مستندنگاری، نقد ادبی، داستان بلند یا رمان و داستان کوتاه است. نامزدهای بخش مستندنگاری در این جشنواره عبارت بودند از کتاب‌های پاییز آمد، سازمان سیاسی بهائیت، اینجا سوریه است، نبرد تنگه‌ها و عقیله. آب را با چشمهای تو چه کار وقتی این کودکان گرسنه یتیم در گلو آواز گریه داشتند. بخش دیگر این جشنواره نقد ادبی نام دارد، با کتاب‌های منتخب خود انتقادی ادبی، درآمدی بر ادبیات تطبیقی و تماشای روایت. نامزدهای بخش داستان کوتاه جایزه جلال در این دوره عبارت است از ویروس عاشق، گورگوم و چند داستان دیگر، راننده رئیس جمهور و چند داستان دیگر. سه بخش جنبی هم در این جایزه ادبی داشتیم که این بخش‌های جنبی با توجه به مقتضیات و مناسبت‌های روز برگزار میشه، که خب این دوره بخش ویرایش کتاب، بخش مربوط به سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و بخش مدافعان سلامت و کرونا رو داشتیم. جایزه ادبی جلال بخش داستان بلند و رمان هم دارد. سور سکوت، سور، سیاگالش و ازرائیل نامزدهای این بخش هستند. آثار انتخاب شده از بین نامزدها به عنوان جایزه کتاب سال در حوزه خودشان مطرح خواهند شد و آثار برگزیده در قالب خرید کتاب برای کتابخانه ها حمایت می شوند. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما. عامل شهادت سروان احمد کشوری نیا دستگیر شد. کارآگاهان پلیس آگاهی استان مرکزی بامداد امروز موفق شدند محل اختفای عامل شهادت شهید کشوری نیا را در یکی از شهرهای غرب کشور شناسایی و متهم را در مخفیگاهش دستگیر کنند. سروان احمد کشوری نیا فرمانده یگان امداد شهرستان صابه بود که حین مأموریت بر اثر برخورد عمدی خودروی حاوی کالای قاچاق با خودروی گشت پلیس به بیرون پرتاب و دچار مرگ مغزی شد و پس از چند روز به شهادت رسید. وزیر امور اقتصادی و دارایی تداوم عرضه خودرو طبق مصوبه شورای عالی بورس را خواستار شد. آقای خاندوزی در پاسخ به نامه رئیس سازمان بورس مبنی بر تعیین تکلیف عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد تا کنون هیچ درخواست قانونی برای توقف این روند از دیگر نهادها و دستگاه‌ها دریافت نشده است. به گفته آقای خاندوزی با توجه به مصوبه شورای عالی بورس عرضه خودرو در بورس کالا طبق روال گذشته ادامه می‌یابد. آقای خاندوزی در این نامه تاکید کرده است در صورت دریافت درخواست از دستگاه‌ها و نهادها این موضوع باید در شورای عالی بورس مطرح شود. مدیر نظارت بر بورس‌های ناشران سازمان بورس هم گفت با وجود درخواست ایران خودرو برای لغو عرضه دناپلاس در بورس کالا با این درخواست موافقت نشده است. به گفته آقای سبایی فرایندهای عرضه و ثبت سفارش با توجه به اختیارات قانونی و حمایت از حقوق سهامداران و بازار سرمایه در دست اجراست.
مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری از بهبود روند ترخیص کامیون‌ها در پایانه مرزی آستارا خبر داد. آقای هدایتی شنبه گذشته وعده داده بود ظرف یک هفته مشکل معطلی کامیون‌های حمل کالاهای صادراتی در این پایانه حل شود. در ماه‌های اخیر معطلی کامیون‌ها در پایانه مرزی آستارا به 15 تا 20 روز می‌رسید که منجر به از بین رفتن بار آنها می‌شد. به گفته مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری در حال حاضر میزان خروجی کامیون‌ها از مرز 32% افزایش داشته و از 210 کامیون در روز به روزانه 280 کامیون رسیده است. ما با وضع مطلوب از جهتی که کامیون به محضی که برسه همون روز تردد بکنه قطعا فاصله داریم، ولی میزان توقف و انتظار ما کاهش پیدا کرده، ولی کاهش قطعا در حد مطلوب نیست. ما در تحقیه موضوع دستگاه مستقل در مرز این همت شکل گرفته که به حال عرض کردم آمارها مستند هست بوده 32% افزایش رو نشون میده. نکته ای که الان ما مسئله پیدا کردیم بحث میزان پذیرش طرف آذری که پیگیری های هم که انجام شده، آخرین اطلاعی که داریم یکی از باسکول هاشون هنوز خراب نشده، درست نشده به دلیل سرما. یه مقدار میزان پذیرش طرف آذری هنوز به اون حد قابل قبول نرسیده. وزارت بهداشت اعلام کرد در شبانه روز گذشته 49 بیمار جدید مبتلا به کرونا در سطح کشور شناسایی شدند. در این مدت یک بیمار هم فوت کرد. از زمان ورود زیرسویه جدید اومیکرونی به کشور شاهد تغییراتی در نقشه رنگبندی کرونایی هستیم. در آخرین نقشه رنگبندی کرونایی کشور 47 شهرستان با وضعیت آبی کم شد و به شهرهای دیگه با رنگ‌های مختلف اضافه شده. یعنی هفته قبل ما شهرستان آبیمون 340 بود که الان شده 293. در وضعیت زرد هم از عدد 101 شهرستان رسیدیم به 143. در وضعیت نارنجی هم هفته قبل 7 شهرستان نارنجی بود، الان شد 12 شهرستان. و در وضعیت قرمز هم میبینید همچنان عدد 0 است. احتمال دار مشاهدین باشیم که قرمز هم بیاد تو نقشه؟ با سرعتی که در تغییر رنگ ها ما داریم میبینیم، بله این احتمال داره که رنگ ها تبدیل به پرخطرتر بشن. ما وقتی که رنگ تغییر میدیم یه هشدار جدی داریم میدیم که امکان این که شهرستان در شرایط قرمز قرار بگیره هست، یعنی به دلایل مختلف که مهمترینش عدم رعایت دستورالعمل هاست مورد بیشتر شده.